سرخط خبرها دستور پوتین برای انصداد آخرین سنگرگاه ماریوپول عکس های ای از گورهای جمعی فرمانده نیروی دریایی سپاه دشمنان مرتب پیغام میدهند از انتقام سلیمانی دست برداری مشاور غالیباف هیچ کس از بارداری دختر غالیباف مطلع نبود شکایت عراق از ایران به دلیل بستن آبهای بینون مللی و افزایش تلفات حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف به سی و یک شهید و 87 زخمی رسید. سلام به سرویس خبری این ساعت خوش آمد. دستور پوتین برای انصداد آخرین سنگرگاه ماریوپول اکسای ای از گورهای جمعی پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهایش دستور داده است آخرین سنگرگاه مدافعان اوکراینی در شهر بندری ماریوپول را محاصره کنند. همزمان تصاویری ماهواره‌ای منتشر شده که ادعا می‌شود نشان دهنده گورهای جمعی در اطراف ماریوپول است. آقای پوتین به ارتش دستور داد که برنامه یورش به مجتمع عظیم فولاد آزوستال را که نیروهای اوکراینی همچنان در آن مشغول مقاومت هستند را کنار بگذارد اما یک مقام گردان آزوف اوکراین گفت که آقای پوتین با این حرف به شکست احتمالی اذعان کرده است کارخانه یاهن و فولاد آزوفستال به وسعت ده کیلومتر مربع در جنوب شرقی ماریوپل آخرین کانون مقاومت اوکراینی ها در این شهر است. علاوه بر نظامیان غیر نظامیان هم در این مجتمع حضور دارند. تصرف ماریوپول یکی از اهداف مهم جنگ برای آقای پوتین است با سقوط ماریوپول کنترل یکی از بزرگترین منابع اوکراین به دست روسیه میافتد و یک کریدور زمینی بین کریمه که روسیه در سال 2014 اشغال کرد و مناطق تحت حمایت روسیه لوهانسک و دونسک ایجاد می شود. اما علا رقم تصرف بیشتر شهر نیروهای روس هنوز نتوانستند نیروهای اوکراینی را از مجتمع آزوفتال برانند. آقای پوتین روز پنجشنبه در ملاقاتی با سرگی شویگو وزیر دفاع که از تلویزیون پخش می شد رسما طرح حمله به این کارخانه را لغو کرد و در عوض دستور داد که ناحیه کاملا مسدود شود. او گفت این ناحیه صنعتی را مسدود کنید طوری که حتی یک حشره هم نتواند رد شود. معلوم نیست انصداد کامل این مجتمع برای روسیه چقدر آسان باشد. مجموعه بزرگی از تونل و کارگاه ها در این مجتمع قرار دارد که مدافعان آن را در موقعیتی برتر قرار می دهد. همزمان یک شرکت ماهوارهای در آمریکا میگوید که یک محوطه دفن جمعی حاوی حدوداً 200 گور را در نزدیکی ماریوپول شناسایی کرده است. شرکت مکسار گفت تصاویرش گسترش محوطه گورهایی که ایجاد آن در پایان مارس شروع شده بود را نشان می‌دهد. مقامهای محلی در اوکراین روسیه را به دفن غیر نظامیانی که در حملات نیروهای روسیه به ماریوپل کشته شدن متهم می‌کنند. این محوطه ادعایی از گورهای جمعی در نزدیک یک روستا به نام مانهوش در حدود 20 کیلومتری غرب ماریوپل قرار دارد. مکسار گفت که چهار بخش شامل ردیف های هر کدام به طول 85 متر وجود دارد. شورای شهر ماریوپول پیشتر با انتشار بیانیه ی روسیه را به دفن غیر نظامیان در همان محل متهم کرده. این شورا گفت که روزها مشغول حفر خندق بودند و از کامیون های شنکش برای انتقال اجساد استفاده می کنند و تصاویر هوایی خود را از این محل منتشر کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه دشمنان مرتب پیغام میدهند از انتقام سلیمانی دست برداریم علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت دشمنان مرتب پیغام میدهند اگر دست از انتقام قاسم سلیمانی بردارید فلان امتیاز را میدهیم و فلان تحریم را بر اما این خیالی باطل است و افسود هم رهبر بر گرفتن انتقام تاکید دارد و هم فرمانده سپاه گفته انتقام حتمی است مشاور غالیباف هیچ کس از بارداری دختر غالیباف مطلع نبود. محمود رزوی مشاور غالیباف افشای سفر خانواده غالیباف به ترکیه را پروژه امنیتی خواند و ضمن سوال درباره شیوه شناسایی آنها در فرودگاه در توییتی نوشت هیچ کس از بارداری دختر آقای غالیباف مطلع نبوده و جز کنترل اطلاعاتی هیچ روشی برای کشف آن به شیوه های دیگر هم وجود نداشته است. عراق از تهیه شکایت بین‌المللی علیه ایران به دلیل بستن مسیرهای آبی مشترک خبر داد. العربیه به نقل از مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق، از تصمیم این کشور برای تهیه شکایت بین المللی علیه ایران به دلیل بستن مسیرهای آبی مشترک خبر داد. به گزارش العربیه الحمدانی گفت: ایران بسیاری از مسیرهای آبی فرعی مشترک با عراق را بسته و بستر آنها را منحرف کرده. اما برای جبران ضرر ناشی از خشکسالی به وجود آمده در عراق همکاری نمی کند. اون زیاب مشاور ارشد وزارت منابع آب عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که به دلیل کمبود بارندگی و کاهش را میزان آب ورودی از کشورهای همسایه به عراق ذخایر آب در این کشور نسبت به سال 2021 به نصف رسید است. سرشاخه های درود دجله و فراد به عنوان مهمترین منابع تامین آب عراق عمدتا در ترکیه، سوریه و ایران قرار دارند. دولت عراق هشدار داده که این کشورها با سدسازی در سرشاخه دجله و فراد جریان رسیدن آب به عراق را با مشکل جدی مواجه کردند. بانک جهانی تا کانون 60 میلیارد دلار به ساختمان ها و زیرساختهای های اوکراین خسارت وارد شده است. رئیس بانک جهانی گفت که در اثر تهاجم روسیه تا کانون 60 میلیارد دلار خسارت به ساختمان ها و زیرساختهای های اوکراین وارد شده است و همزمان زلنسکی اعلام کرد که در حال حاضر برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از تهاجم روسیه به ماهانه 7 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. دیوید مالپس رئیس بانک جهانی روز پنجشنبه گفت که از زمان آغاز تهاجم روسیه تا کانون 60 میلیارد دلار به ساختمانها و زیر ساخت های اوکراین خسارت وارد شده است و با ادامه ی حملات نیروهای روسیه میزان خسارت وارده به اوکراین بیشتر خواهد شد مالپس در جریان کنفرانس بانک جهانی درباره کمک مالی مورد نیاز اوکراین گفت که خسارت 60 میلیارد دلاری برآورد اولیه خسارت مادی وارد شده به اوکراین در اثر حملات روسیه شامل هزینه های اقتصادی روبروشت جنگی تحمیل شده به اوکراین نمی شود. رئیس بانک جهانی افزود که جنگ هنوز ادامه دارد بنابراین هزینه ها و خسارات وارد به اوکراین همچنان در حال افزایش است زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در سخنرانی که از طریق مجازی در این نشست انجام شد خسارات وارده و هزینه های ناشی از تهاجم روسیه را تشریح کرد و بر لزوم تامین نیازهای مالی اوکراین تاکید کرد زلنسکی خاطر نشان کرد که اوکراین برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از تهاجم روسیه ماهانه به 7 میلیارد دلار نیاز دارد. افزایش تلفات حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف به 31 شهید و 87 زخمی داعش مسئولیت را به عهده گرفت. مسئولین بیمارستان ابن سینای برخی با انتشار آمار تلفات حمله انتحاری به نمازگزاران شیعه در مسجد سدکان واقع در شمال روزه مزار شریف اعلام کرد که تلفات این حمله تروریستی به 31 شهید و 87 زخمی افزایش یافته است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم ممنون که تا پایان با ما همراه بودین وقتتون خوش و خدا نگه.